به گفته رئیس کل دادگستری اصفهان، توماج صالحی با اتهام فعالیت تبلیغ علیه نظام قصد برهم زدن امنیت کشور و همکاری با دولت متخاصم روبروز. خبرگزاری وابسته به قوه قضاییه هم برگزاری دادگاه خواننده رپ رو تکذیب کرده، اما حساب کاربری توماج صالحی خبر از برگزاری دادگاه او در روز شنبه پشت درهای بسته و بدون حضور وکیل انتخابی داده. اتهام افساد فی الارض در مواردی ممکنه حکم اعدام رو به دنبال داشته باشه. اردوان روزبه روزنامه‌نگار اینجا در استودیو با ماست. اردوان، به دادگاه توماج اشاره کن، چه جزئیاتی از برگزاری این دادگاه منتشر شده؟ خب در واقع میشه گفت یه تناقضی در این بحث دادگاه هستش، به دلیل اینکه از یه طرف اعلام میکنه خبرگزاری قوه میزان اعلام میکنه که هیچ دادگاهی تاکنون برگزار نشده، روزی یک شنبه اعلام میشه که دادگاهی براش برگزار شده. البته حساب کاربری خود توماج هم تاکید میکنه به این قضیه که دادگاهی برگزار شده، اتهام مسئله محاربه و افساد فی الارض. در واقع که از مبانی بسیار گسترده و دارای شمولیت بالاست که در اشکال مختلف میتونه منتهی به اعدام یک فرد در ایران بشه، به دلیل اینکه این یکی از سخت‌ترین اتهاماتی است که میتونه شما به یک فرد وارد کنی. اینجا این سوال پیش میاد که در خیلی از موارد افرادی که ممکنه حتی واقعا فساد کرده باشن در ایران متهم به یه همچین چیزی نمیشن. شما میدونید که پرونده‌های فساد بسیار بزرگی در حال حاضر در ایران بازه که هیچ وقت این افراد شامل این پرونده رو نشدن و یا حتی در سایه اعدام قرار نگرفتن. کافیست بدونیم مثلا فردی مثل بابک زنجانی به خاطر شرایطی که داشته تا کنون هنوز کنوز در زندان، در حال که بارها و بارها مطرح شد و این نشون میده. اردوان، یه سوال مهمتر این است که اگر بخواد حکومت این اتهام رو به او بزنه و که این کارو بارها در مورد فعالین سیاسی و معترضین کرده و بخواد اعدامش بکنه، چرا این دوگانگی در اعلامش هست؟ اگه بخواد این کارو بکنه که بالاخره باید یه روز اعلام بکنه. سوال خیلی خوبیه محمد. ببین، حکومت الان با یک مخمصه روبرو هستش. مخمصه این هستش که از یک طرف حکومت هر رفتاری که داره میکنه در واقع داره بنزین رو بر آتش خشم مردم میرسه، به دلیل اینکه رفتارهاش غلط هستش، بیرحمانه است، خشونت آمیز، قساوت آمیز. در نتیجه هر کاری که داره میکنه الان و هر اعلام رسمی که بکنه خودش هم میدونه که داره به این آتش دامن میزنه و این آتش خشم مردم رو بیشتر خواهد کرد. اما از یه طرفی ابزاری وجود داره برای اینکه گروهی از افراد رو شما بتونید بترسونید از مسئله محاربه. مسئله ترسناکیه. از یه طرف شما هم دارید این شایعه ایجاد میکنید که همچین دادگاهی وجود داره و محاربه وجود داره که یک جریانی رو بخواد ایجاد بکنید که بخشی از مردم بترسن، اما از طرف دیگه میدونید که اگر این به طور رسمی اعلام بکنید دوباره آتشی رو به خیابان‌ها کشیدید، اونم در مورد فردی مثل توماج صالحی که یک رپره و در واقع صدای نسلی هستش که امروز در خیابان هستن. به همین دلیل با این حرکت رفتار دوگانه تلاش میکنه شرایطی ایجاد کنه، هم ایجاد خوف و وحشت رو بکنه و هم سعی بکنه نشون بده که به هر حال تکلیفش خیلی روشن نیست و این انگیزه رو ایجاد نکنه که دوباره خیابان‌ها آتشی بشه و جان جمهوری اسلامی همونجوری که می‌بینید در طول 8 هفته گذشته یک هر قدمی که جمهوری اسلامی برداشته این آتش رو 200 چندان کرده و این خشم رو بیشتر کرده که کاهش نداده. این چقدر ممکنه که اعلام این خبر و تکذیب اون از توسط دو تا منبع، چقدر ممکنه که میخواد واکنش جامعه رو ببینه نسبت به این احتمال وجود داره؟ به هر حال اون چیزی که مسلم از جمهوری اسلامی همونجوری که ما حتی در جریان بازی تیم ملی فوتبال هم دیدیم به دنبال بازی‌ها و ابزارهایی مثل جنگ روانیه. یعنی در واقع این تلاش‌ها داره میشه به خاطر اینکه بتونه ببینه آستانه تحمل جامعه رو سنجشی داشته باشه، ببینه چقدر میتونه تحمل بکنه جامعه و آیا جامعه ریاکشنی داره نسبت به این موضوع یا نه، که خب طبیعی هستش. تا کنون هر اتفاقی که افتاده دیدید که جامعه عصبانی تر شده و خشم در جامعه بیشتر شده. شما میبینید که با هر کشتاری که پیش میاد، با هر قتلی که در خیابان پیش آمده، هزاران نفر به جمع معترضین اضافه شدن. طبیعی هستش که این تلاش ادامه خواهد داشت برای جمهوری اسلامی تا بتونه به مرز، یعنی تلاش داره میکنه در واقع مرزهایی رو ایجاد بکنه که مردم رو بتونه کنترل کنه، ولی طبیعیه که این اتفاق نمیفته. اردوان، سوال دیگه این هست که چرا توماج صالحی؟ خیلی کسا رو گرفتن، اتهاماتی به اونها زدن، من جمله اتهام افساد فی الارض براشون احکامی بریدن. چرا توماج صالحی و اینقدر تلاش میکنه که تو مقاطع مختلفم هی خبرسازی بکنه در مورد جمهوری اسلامی؟ واقعیت هم اینه که نسلی که امروز در خیابانه نسلی متفاوته.
نسلی هستش که الگوهاش فرق میکنه با نسل 57، حتی بعد از اون، حتی با دهه 60 ها. در واقع اینا نسلی هستن که انتخاب هاشون متفاوتن، شیوه زندگیشون متفاوته، بازی هاشون متفاوته. طبیعی هستش که قهرمان هایی که مثلا برای 57 ها ممکنه مثلا قهرمان های چپ سوسیال بوده و با این تصور وارد خیابان میشدن، دیگه برای این نسل قهرمان نیستن اونها. اینا نسلی هستن که خیلی واقع گرایانه دارن با علایقشون زندگی میکنن و با علایقشون وارد خیابان میشن. نسلی که رپ گوش میکنه، موسیقی اعتراضی که حتی زبانشو بازجوها هم نمیفهمن، این یه حقیقته. اونها دارن با بچه‌هایی صحبت میکنن، بچه‌هایی رو دستگیر میکنن، حتی بچه‌هایی رو به قتل میرسونن که نمیتونن بفهمنشون. و شاید رمز موفقیت این حرکت‌ها در خیابان همینه. اینها بچه‌هایی هستن که به دنبال رهبران عجیب غریب نیستن. اینا رهبرانشون همان کسانی هستن که زبانشون هستن و توماش زبان این نسله. توماش حرفی رو داره میزنه که این نسل میفهمه و داره الگوهایی رو میده که در واقع با این نسل همخوانی داره. به همین دلیله که این میتونه یه وحشت بزرگ باشه، به خاطر اینکه افرادی مثل توماش، رپرهایی که امروز در ایران میبینید هستن و نسلای این چنینی کسانی هستن که میتونن خطرشون به مراتب از پروژه های رهبرسازی که جمهوری اسلامی میشناخته و بارها دنبال کرده و قلقم کرده پیچیده تر باشه و به تبع ضرر و یعنی در واقع ضربه قوی تری هم میتونه به نظام بزنه. ممنونم از تو اردوان روزبه که با ما همراه بودی.